همیهنان عزیز، در برنامه خودمون چند بار اشاره کردیم و در خبرها هم دیدید که دیوان عدالت اروپا فرجام‌خواهی فرانسه از حکم دادگاه عمومی مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین رو رد کرد. صحنه‌های دادگاه رو هم دیدیم که علاوه بر رد درخواست فرانسه، این کشور رو دادگاه به پرداخت هزینه‌ها محکوم کرد. در همین رابطه، در رابطه با اهمیت این حکم و خلاصه مسیری که طی شد، گفتگویی داریم با آقای بهزاد نظیری، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. آقای نظیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خیلی خوشحالم که شما رو داریم برای پاسخ به سوالاتمون. سوال اولم در مورد اهمیت این حکم هست و اینکه ما شنیدیم که خلاصه این حکم نهایی دیگه امکان برگشتی وجود نداره. می‌خواستم در رابطه با همین موضوع بهمون توضیح بدین. بله، منم سلام میکنم خدمت شما و به همه بینندگان عزیز برنامه ایران اشرف آزادی و به اشرفیان قهرمان. ارزم بزرگتون که این هم تو کشاره کردید یک حکم نهایی و قطعیه، چون مرجعی که این حکم رو صادر کرده معادل همون مرجع قضاییه که در سطح کشوری بهش دیوان عالی کشور میگیم، ولی در اتحادیه اروپا به عنوان دیوان عدالت اتحادیه اروپا شناخته میشه. همونطور که میدونین سازمان مجاهدین خلق ایران به اتفاق آرا 27 عضو اتحادیه اروپا در شورای وزیران در 26 ژانویه 2009 از لیست خارج شد. ولی خب قبل از اون چند هفته قبل از اون دولت فرانسه که حاضر نبود رو قبول کنه که این نامگذاری تروریستی سازمان مجاهدین توسط اتحادیه اروپا بر پایه تحقیقات قضایی فرانسوی انجام شده بود، یعنی پرونده‌ای که از 17 ژوئن در فرانسه در جریان بود، فرانسه حاضر نبود این رو قبول کنه که این بی اساس هست، از دادگاه بالاتر علیه تصمیم دادگاه پایین‌تر در مورد لغو تصمیم قبلی اتحادیه اروپا تقاضای فرجام کرد. دادگاه اولی که در 4 دسامبر 2008 در واقع حکم حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی داد، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا بود، از 3 قاضی تشکیل شده بود. دادگاهی که هر روز 21 دسامبر همونطور که اشاره کردید حکم داد، بالاترین مرجعه، چون دادگاهی که از 13 قاضی تشکیل شده و حکمی که صادر میکنه در ردیف همون حکم نهایی و قطعیه که در یک کشور مثلا دیوان عالی کشور صادر میکنه. و خب این اهمیتش در همینه که این پرونده که از 2008 شروع شده بود، یعنی از همون موقعی که دادگاه اروپایی تصمیم به خروج نام مجاهدین از لیست کرد، فرانسه براش مهم بود، چون که اگر این حکم رو میپذیرفت تلویحاً به این معنی بود که تمام اون پرونده قضایی که از 17 ژوئن که در جریان هستید، تلویحاً میپذیرفت که تمام اون پرونده قضایی 17 ژوئن 2003 اون باطل بوده. و امیدوار بود فرانسه که اگر این دعوای قضایی رو برنده بشه، حتی اگر نتونه تصمیم خروج نام مجاهدین از لیست رو برگردونه، ولی ممکنه که تحقیقات داخلی فرانسه رو نجات بده از اون وضعیت متزلزلی که داشت. یعنی به رغم احکامی که در خود فرانسه هم میگم به رغم احکامی که در خود فرانسه هم در ارتباط با پرونده 17 ژوئن صادر شده بود. بله، یعنی همونطور که میدونین خب اون پروسه‌ای که مربوط به پرونده 17 ژوئن که تحقیقات قضایی داخل فرانسه بود، البته به اصطلاح تحقیقات قضایی، چون در اصل میدونین که این پرونده سیاسی و ناشی از یک زد و بند و معامله‌ای بود بین دولت وقت فرانسه و رژیم آخوندها، در ماه می گذشته، در 11 می گذشته یعنی 2011، قاضی ضد تروریست فرانسه قاضی مارک تریویدی تمام اتهاماتی که در تحقیقات داخلی فرانسه مطرح بود اینا رو رد کرد. با این عنوان که در حکم خودش خاطرتون هست گفت حتی وقتی که سازمان مجاهدین درگیر فعالیت‌های نظامی بود در قبل از سال 2001، هرگز غیر نظامی ها را هدف قرار نداد، تمامی حملاتش در اون عملیات برای اهداف نظامی بود، در جواب به ستمگری های رژیم ایران بود و اونها رو به عنوان اعمال مقاومت
توصیف کرد. اعمال مشروع مقاومت چه عملیات ارتش آزادی بخش، چه عملیاتی که توسط نیروهای مجاهدین در داخل کشور انجام میشد. ولی این حکم مال می 2011 بود. قبل از این خب این پرونده در وضعیت متزلزلی بود، یعنی خود دولت فرانسه میدونست که چشم‌انداز این پرونده در واقع باطل شدن همه اتهاماته. برای همین تلاش مزبوعانه ای کرد که در دادگاه اروپا به نوعی با این فرجام خواهی در واقع پرونده فضایی خودش نجات بده. بله. از پیش اینا میدونستن که اون حکم اروپایی، حتی یک دیپلماتشون در اون جلسه استماع که ما بودیم به وکلای خودمون به طور خصوصی گفت که ما میدونیم این از پیش باخته است، ولی در فکر خلاصه حل و فصل اون مسئله داخلی خودشون بودن که خب چون همه اینها اتهامات واهی و بر اساس معاملات و زد و بندهایی که با رژیم فاشیست مذهبی صورت گرفته بود، خب یکی بعد از دیگری اینها بطلانش ثابت شد. خیلی ممنون، درباره اهمیتش توضیح دادین حکم دادگاه عالی اروپا. میخواستم حالا شما از من خودتون هم صحبت‌های آقای ژان‌پیر سیستر از وکلای مجاهدین رو شنیدین که در اون صحنه جشن هوادارانمون در مقابل دادگاه اشاره کردن به کارزاری که توسط رئیس جمهور برگزیده مقاومت از سالها پیش شروع شد و بالاخره بعد از چند سال به نتیجه نهایی رسید. هرچند خب در این میان هم پیروزی‌های دیگه‌ای داشتیم، خودتون هم اشاره کردین به سایر احکام. اما می‌خواستم در مورد مسیری که طی شد، اما خواهشمندم خیلی کوتاه این مسیر رو توضیح بدین، چه مسیری طی شد؟ بله، مسیر بسیار باشکوه پر از موانع و سنگ‌اندازی‌های مختلف از جانب رژیم آخوندی و حامیانش در سطح بین‌المللی، ولی خب همونطور که آقای سیستر هم اشاره کرد به ابتکار رئیس جمهور برگزیده مقاومت خاورمریم و به خصوص با همت مجموعه ای از وکلا و حضور فعال و گسترده هموطنان حامیان مقاومت که جای قدردانی از تک تکشون هست. بله. این پروسه 7 ساله با اول شکست دادن نامگذاری سازمان مجاهدین در لیست انگلستان، در لیست در واقع کشوری انگلستان، بله، دادگاهی در اتحادیه اروپا بود، شکست اولیه در اونجا با حمایت 35 پارلمانته در واقع به دولت وقت انگلیس وارد شد. بعد از اون 3 حکم پی در پی در فاصله 2006 تا 2008 در دادگاه اروپا به دست اومد که هر بار با ترفندهایی سعی می‌کردند که این حکم رو از شمول خودش بیاندازن، تا بالاخره قضات کاری انجام دادن که به عنوان یک انقلاب در تاریخچه دادگاه عدالت اروپا ثبت شد. در تاریخ 50 سالی دادگاه عدالت اروپا که در فاصله 1 روز بعد از استماع دادگاه در 4 دسامبر حکم خروج مجاهدین از لیست دادن. در واقع 7 حکم پی در پی در دادگاه های انگلستان و دادگاه اروپا صادر شد و این در واقع شورای وزیران اتحادیه اروپا رو در مقابل این قرار داد که یا باید در واقع اصول و پرنسیپ های خودشون رو به عنوان حفاظت از قانون و حقوق بشر نقض می‌کردند، یا اینکه پاسخ در واقع زدوبند و مماشات خودشون با رژیم آخوندی رو می‌دادند، که به این ترتیب این کارزار بین‌المللی با حمایت گسترده‌ای در سطح جهانی، حمایت 2000 پارلمانتر ازش برخوردار شد، در ژانویه 2009 به نتیجه رسید و این بی‌عدالتی و این لکه ننگی که بر سیاست عمومی اروپا در قبال رژیم ایران و مقاومت ایران بود توسط دستگاه قضایی و دستگاه عدالت اروپا برداشته شد. و البته این حکمی که الان بهش اشاره دادیم یکی از در واقع تبعات پایانی اون بود و در واقع آخرین میخی بود که بر
تابوت این بی‌عدالتی و این لنگ کوبیده شد. بله خیلی خیلی ممنونیم از شما بابت توضیحاتتون.